وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بعرض سلام واحترام خدمت شما هموطنان متدین، بزرگان و حقداران، جوانان مؤمن و متعهد و با همه رنج و دردی که ما امت اسلام داریم، باز هم عید سعید ادها را بر شما تبریک میگم و برای کافه امت اسلام تبریک میگم. الله متعال برکتی روزهای مبارک واقعا عید واقعی نصیب ما و شما به لطف و کرم خود بگردانه، نه به اعمال و نیات ما و شما. اما دعا میکنیم که خداوند همه ما و شما را و همه امت اسلام را هدایت بیشتر نصیب بگردانه، تا از انوار قرآن و فرمایشات پیامبر بزرگ اسلام بیشتر استفاده کنیم، تا سرفراز دنیا و آخرت گردیم. ما در ایام خجسته عید سعید قربان هستیم. قربانی یعنی فداکاری، یعنی ایثار، یعنی درجات اعلای ایمان. این یادگار علمبردار توحید است، حضرت ابراهیم علیه السلام و پسرشان حضرت اسماعیل علیه السلام. ما امروز هم به خاطر رحمت بی پایان الهی، هم به خاطر شکرگزاری از این روزهای مبارک تجلیل میکنیم و کسایی که توانمندی دارند امو واجب خود را انجام میتن که قربانی هست. او پیامبر اولوالعزم حضرت ابراهیم علیه السلام تنها با خواب که دیدند، متوجه باشند وحی نازل نشده، سه بار در خواب دیدند که باید پسر خود ذبح بکنند، حاضر شد که پسر خود حضرت اسماعیل علیه السلام را به قربانگاه منا ببره و به نام الله ذبح بکنه. چون وقت کم است، من
از قصهش خلاصه شدم که یک نظر برای همه ما و شما باشد. پیامبر اولوالعزم سی بار در خواب میبینه، وحی هم نیست. با مو ایمان، با مو عشق و محبت به الله و اخلاصی که داره حاضر میشه پسر مبارک خود حضرت اسماعیل علیه السلام را در میدان منا به نام الله قربان بکنه. پسر هم وقتی که خبر میشه با سر و جان آماده میشه. من این مثال به خاطر میگم که ما پدرها امروز چقدر شکرگزار باشیم و حاضر بودن که امر اجرا بکنن. همه تان داستانایش خوانده باشین انشاءالله و باید هم بخوانیم. امروز اگر امی حکم جاری میشد ما تو چی میکردیم؟ آیا حاضر میشدیم که توتهای جگر خود را به نام خدا قربان کنیم؟ و اگر میشدیم چند نفر ما؟ آیا ما اگر ما به ایسی پدر حاضر میشدیم اولادم حاضر میشد که امر مرا لبیک بگویم؟ سکنین سوال سر سوال هست که ای ایام و ای داستان بر حق قرآنی را ما ساده نگیریم، قدرش بدانیم. یک محفل عروسی ما میشه چقدر تلاش میکنیم در حالی که اکثرتش در راه شیطان هست، در راه خوشنودی شیطان هست. حتی متوجه پوشای چوکی یک سالون هم میباشیم که ولی در سالون فلانی عروسی که رفتیم پوشای چوکیش این طور بود و آن طور بود، گلای مقبول سر میزه ها بود، امور ما هم تقلید بکنیم. دوسی دستساز بود، او را هم تقلید بکنیم. رقاصه می رقصید، او را هم باید تقلید بکنیم. بوتلای شراب وجود داشت، او را هم باید تقلید بکنیم. فلانی مود فیشن را می پوشیدن، باید او را هم تقلید بکنیم. اما در رای خدا چطور؟ پس هرچی ما از این ذات یاد میکنیم، از این نمونه بزرگ عشق و محبت و ایمان به الله کم است، به شرطی که سوء استفاده نباشه بلکه استفاده نیک باشه. وقتی که پسر را میگه من تو را قربان میکنم لبیک، میگه و پسر چی میگه؟ میگه پدر جان مرا بسته نکو، که اگر فرشته ها ببینن میگن که حتما تو مرا به زور قربان میکنی. لا اله الا الله. این سرسپردگی رو ببین، این عشق و محبت رو ببین. ما از خود شروع میکنیم عزیزم. اگر ملما بگویم که نماز عید کسی حق داره داخل شود که 50 نفر بده، حاضر هستیم بتیم؟ اگر باشیم هم چند نفر ما؟ من میشه میخوایم مقایسوی صحبت بکنم تا می دردای ما زیادتر زنده تر شوه، خالیگاه ما روشن تر شوه، ما متوجه وظایف خود شویم، ببینیم که چقدر غفلت هستیم، چقدر در خواب هستیم. وقتی که الله میبینه و بینای مطلق هست، پدر تسلیم حضرت ابراهیم علیه السلام، پسر تسلیم حضرت اسماعیل علیه السلام، به این عشق، به این محبت، به این اطمینان خاطر توسط جبرئیل امین گوسفند را از بهشت ارسال می داره. او کدام گوسفند است؟ اولین قربانی در تاریخ انسانیت او گوسفند بوده. قربانی حابیل پسر حضرت آدم علیه السلام بوده که خدا آن او را قبول کرد و توسط ابر او را به آسمان ها و به بهشت برد. او در بهشت میچرید به میروز که الله متعال بر رحمت بی پایان خود وقتی دو بندی مطیع و فرمانبردار خود موفق در امتحان میبینه توسط جبرئیل امین،
امان گوسفند را روان می کند. وقتی که حضرت جبرئیل می آید و این صحنه را می بینه که پدر در تلاش عزیز که پسر خود را قربان کده بره و کارت به لطف و کرم الهی کار نمی کنه، وقتی که صحنه ها را می بینه متوجه باشه نیزانم چقدر ما تعقیب کردیم. از ما یک دو نماز ماند، اعترافش می کنم. کسی کمک به مسجد داره، صدقه و خیرات داره، میتونه که آیو سبلوس میکنه پیشان من هرچی داره انشاءالله که درای خیر است. خدا شما را رام داشته باشه. جبرئیل امین اینمی تکبیر تشریق میگیم ما و شما، یا تکبیرات تشریق میگیم. جبرئیل امین میگه که الله اکبر الله اکبر. حضرت اسماعیل علیه السلام که لطف خداوند را میبینه، لا اله الا الله و الله اکبر میگه. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام لطف خدا را میبینه میگه الله اکبر و لله الحمد. این سه جمله مبارکه که از زبانهای ایسی موجود زیبای خدا بیرون میشه، امروز برای ما و شما بایسی تکبیر تشریق مانده که از صبح روز عرفین دیروز بعد از ادای فرضی که میکنیم باید این را سه بار بگوییم، بسیار ثواب داره. تا به نماز عصر روز چهارم عید قربان ختم ای ایام یا وقتهای تکبیرات تشریق هست. خوشا بهار هر مسلمان زن و مردی که بعد از ختم نماز فرض امیر یک سه بار تکرار میکنه. تو خود را شامل او زمزمه های دو بنده خدا و او فرشته خدا میسازی. تو شکر صدای شکرانگی بلند میکنی که امروز تو وقتی که استطاعت توانمندی داشتی ایواز اولادت یک حیوان حلال را ذبح می کنی. امروز باز هم دشمنای خدا و رسول، اونایی که دشمن دین هستند، تبلیغات را شروع کردن. بیادر قربانی چی است؟ بازوی کمک گوشیار است چی میگن؟ اما پیسیش را بر فقیرها بتون بیادر. باز یک بیرق دیگام میزنن که ولاخی مقابلت بساب، اما یک ظلم به یک حیوان است. این تو بگویی که از خدا که زیادتر میفهمید، این الله نمیفهمید نعوذ بالله، این بنده بالاتر میفهمید که این خو حکم خدا کنه شده دیگه. او چند هزار سال پیش بود. حالا ما در قرن 21 هستیم دیگه، حالا چی مناقی اگه حیوان زجر بتیم و به میلیون ها را ذبح بکنیم، همون پیسیش بر فقیر مسکین بیچاره بتیم. میدانید اما طور که انسان مؤمن در راه خدا وقتی که جان خدا بر حق قربان میکنه فخر میکنه که ما درجه شهادت انشاءالله نصیب میشم، او حیوان فخر میکنه که در راه الله قربان میشه. میدونی چی میگم برات؟ ما خواهم حیوانات قربان نمیکنیم. عمل دعا میکنیم که فراموش شما نشه. برادر ما یک پیام آوردن که در اسپین بولدک ولایت زیبای قندهار ما در جنگ ها زیاد مردم شهید شدن و تا جایی گفتن که حملات پاکستانی ها بوده. ما دعا میکنیم که الله متعال همه شهدای راه اسلام را که مظلومانه به درجه شهادت رسیدن و به خصوص شهدای مظلوم وطن خود را که برکتی روز مبارک درجه علای شهادت نصیب بگردانه و روحشان در از ما خوشنود داشته باشه و درجه علای بهشت نصیبشان بگردانه و برای فامیل هایشان که امروز در ماتم هستن الله متعال رحمت بی پایان کنه و صبر جمیل نصیب بگردانه. از
میگه هر کس به طریق دل ما می شکند، هر کس به طریق دل ما می شکند، بیگانه جدا، دوست جدا می شکند. بیگانه اگر می شکند حرف نیست، از دوست بپرس که چرا می شکند. خدا همه ما را هدایت کنه، خصوصا این مملکت های به نام اسلامی را، ایران، پاکستان، سعودی. خدا اینا را هدایت کنه، اگر هدایت نمی کنه سخت از ایشان بازخواست کنه، که امروز در جهان اسلام فاجعه را انداختن به خاطر قدرت خواهی خود، به خاطر کشیدن ما از بندگی خدا و بنده شدن اینها. ما که سالها از این منبر داد زدیم، سر بسیاری کسا خوش نخودم فهمیدیم، اما الله را شکر میکشم که با همه گناه و شرمندگی که دارم، اما تبل رسوایی از اینها از آخر دهه 80 برام روشن شد که اینا تنها نام از اسلام است، کام دیگه چیز است. دیگه باز ما رئیس مسلمان برشان هدایت میخواییم، و اگر هدایت نمیشن الله متعال همون چیزی که سزاوارشان است اینها را گرفتار بگردن. اما کسایی که مسئول هستن، مردم بیچاره شما کار نداری. پس این زمزمه ای که ما به نام تکبیرات تشریق میگیم، صدای زیبای حضرت جبرئیل امین است، حضرت اسماعیل علیه السلام است و حضرت ابراهیم علیه السلام است. پس اینا لو کسایی که میگن که الان ما دیگه چرا قربانی کنیم، پیسش ایتو میکنیم، ایتو میکنیم، آیا ایوان ظلم نرسه، ای کلش توتیه هاست، ای زنمو حیوان افتخار میکند که از جمله حیوانات دیگر در این روزهای مقدس به نام الله تیغی به گردنش مانده میشه، او در رای الله قربان میشه، اما گوسفند فخر میکنه، اما گاو، اما شتر فخر میکنه. تو نمیدانی، چو تا بعد خود نشناختی، وقتی خود نشناختی دیگر رو چی میخوایی بشنوی؟ مثل یک انسان در دنیا بگی که والا تو رو بسیار دوست دارم، اشلی بیدیش، اشلی بیدیش، وقتی در عمل داخل شوه حاضر نباشی که یک دایران بگو بیتی، حاضر نباشی که یک چلی هم برزو بخری. باز وقتی که زندگی رو شروع کردی باز بگی ماین کنتو، داین کنتو. جالب، ایمان قربانی میخواید، محبت قربانی میخواید، پدر و مادرت دوست داری قربانی بته، همسرت دوست داری قربانی بته، اولادت دوست داری قربانی بته. تا وقتی قربانی ندادی اولادت دوست نداری. قربانی بر اولاد چی است؟ او رو برای خدا سم بساز، به قرآن آشنا بساز، به اخلاقیات آشنا بسازش. همسرت دوست داری، مرامها و آرزوهای مشروعش برآورده بساز. اگر مردی مسلمانی ناز و نعمت بدیش، برو تاریخ پیامبرت بخوان صلی الله علیه و سلم که با ازواج مطهرات خود تو با یک زن جور نمی بیست مسلمان، او با نو زن چی میکرد. ما براتان چلنج دادیم سالها پیش، اگه یک جمله پیدا کردین که یک زوجی مطهر پیغمبر خدا یک جمله شکایت زا بر پیغمبر در کدام جای گفته باشه، من میدین اعلامتون. نداری. پس وقتی ما دعوای محبت میکنیم باید ایثار داشته باشیم، وقتی دعوای ایمان میکنیم باید ایثار فداکاری داشته باشیم. ایثار فداکاری جوانای ما امروز در این محیطی است که درس بخوانند، تعلیم کنند، رشته را بخوانند، مقامات عالی علمی را با اخلاقش یاد بگیرند. ما دکتر کار داریم با اخلاق، انجینیر کار داریم با اخلاق، معلم کار داریم با اخلاق. وقتی که معلم اخلاق داشت مربی میشه، وقتی که معلم اخلاق داشت او مربی میشه، او راهنماییت میشه. اما تو پدری که اخلاق ایمان داشت او بر اولاد خود مربی میشه، حتی بر همسر خود مربی میشه. پس وقتی که ما توانمندی داریم باید ایثار و فداکاری داشته باشیم،
او پیامبر اولوالعزم پسر خود قربان میکرد. ما و تو امروز مرد از این نیستیم که در یک گوسفندی که شاید 150 140 160 بهترین گوسفند 180 رو میته در سال قربان راه خدا کنی، و هم به شکرانگی الله بر رحمت بی پایانی که الله بالای تو شده که واسه اولادت یک گوسفند را قربانی میکنی. باز راه آسانش یک گاو که 7 نفر اشتراک میکنی که بهترین گاو شاید 700 رو بخری، نفر 100 رو شهامت نداری که 100 ایرو در راه خدا قربان بکنی. وقتی که 100 تصحیح کنم باز ببینم که 500 ایرو قیمت داره، انگشترت حساب کنم 1000 ایرو قیمت داره، آیفون تا که باز تصحیح کنم 800 ایرو قیمت داره. با دخانی تا از خود شروع میکنیم میخوایم تلویزیون فلخ باشه، باز اون گولان باشه که مثلا مقبول، چرا نه؟ خب باز اینجا 100 ایرو با چنا بذاریم که والا دیگه نمیشه بدن، من سوسیال میگیرم. لا حول ولا قوت. این چیز که ضعف ایمان است، انسان فداکاری نیست. اگر رسی بچه ما باشه، باید اگر سوسیال هم باشیم قرض هم میکنیم که یک 15-20 هزاری رو قرض کنیم تا رسی بچه ما بسیار مجلل تی شود. باید نیجا برای قربانی باید پای ما میلرده که ولی صد ایرو بتون. پس این است درس بزرگی که ما اگر میگیم که ما مؤمن استیم الحمدلله، باید ایثارگر باشیم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید کسی که توانمندی داره و قربانی نمیکنه به عیدگاه ما حاضر نشه، به مسجد و عبادت خانه ما حاضر نشه. اگه تعبیری که من میکنم خدا کنه درست باشه، این در ایمان و شک است. خیلی چیست؟ چی دوای ایمان داری؟ که تو حاضر نیستی در سال تا نهایت 200 ایرو رو در راه الله قربان بکنی، در حالی که پیامبر گرامی اسلام میفرماید که در روز قیامت اونمو حیوان قربانی را به اندازه گوشت و خون و وزنی که داره میارن در پله حسنات و بنده مؤمنی که قربانی کرده گذاشته میشه به 70 برابر وزنی از او حیوان. اگر 100 کیلو وزن از حیوان بوده میشه 7000 کیلو، 10000 میباشه. پس اینجا سیزانم که ما اتو فضیلت ها را حدیث میتیم. در حدیث دیگر پیامبر میفرماید که در او خانه که توانمندی است و قربانی نمیکنه، او خانه به حضور خدا شکایت میکنه از اهل از او خانه که اینا توانمندی دارن و قربانی نمیکنن. او خانه ای از او آدمی که توانمندی داره پیامبر ما میفرمایه و قربانی نمیکنه، او در روزال هدف تیرهای بلا و مصیبت میباشه. تو قربانی نمیکنی بچیت مریض میشه، همسرت مریض میشه، خودت مریض میشی، نقص اقتصادی در تجارت میکنی، در کاروبار میکنی، موترت تکر میکنه، تو خبر نداری که ها قربانی نکردی، صدقه رد بلا هست. باز او خانه که واقعا توانمندی داره، حتی اگر توانمندی هم نداره شهامت و ایمان داره، میگه بدر مردم لغمه نان خود کم میکنم، امی صد ایرو رو میتونم دیگه و شریک میشم قربانی میکنم. باز پیامبر گرامی اسلام میفرمایه که او خانه مورد لطف الهی قرار میگیره، مورد رحمت الهی قرار میگیره و الله به لطف و کرم خود او خانه را از سیر بلاها و مصیبت ها دور میسازه و نجات میده. حتی به دختر خود بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پیامبر گرامی اسلام فرمودن که ای دخترم فاطمه، بخی در کنار قربانیت استاد شو، هر قطره خونی که از قربانی تو به زمین میرسه الله متعال گناهان گذشته تو را عفو میکنه. دوم امی آیت قرآنی که به شما تلاوت کردم، الله میفرماید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که خدا را قرض حسنه بده؟
کیست که الله را قرض حسنه بده. فیضاعفه له اضعافا کثیره، باز خدا او را برش چندین برابر بسازد. خدا خو محتاج نیست عزیزانم. مراد از قرض حسنه اعمال نیکو هست، صدقات و خیرات موتو هست. و قرض حسنه به الله دادن، مفسرین میفرماین که الله غنی هست، الله بی‌نیاز است. ما وقتی که به بنده های محتاج و بیچاره الله کمک میکنیم، مثل که به الله کمک میکنیم. اینقدر الله خوش میشه از این کار ما. و در ادامه آیت الله میفرماید که والله یقبض و یبسط، الله قدرت کامله ای هست که روزی تا هم کم میکنه و هم زیاد میکنه. اگر به الله قرض دادی، الله برکات در زندگیت میاندازه، کار و بارت رونق میگیره و زیاد میشه. و اگر نیک بخل کردی و سخاوت نکردی، ایثار و فداکاری نکردی، باز الله کمش میکنه. هر چی تلاش میکنید برکت پیدا نمیشه. و الله چی میفرمه؟ و الیه ترجعون، بازگشت کلتان به طرف من هست. این دنیا تیر میشه عزیزانم، این همه ظلم مظالم تیر میشه، این همه بیعدالتی ها تیر میشه، این همه فریب ها و خدعه ها تیر میشه، این همه خوبی ها هم تیر میشه، این همه نیکی ها هم تیر میشه. ما به محکمه الله رفتنی هستیم. باز اینجا چی میگیم؟ باز میگیم خدا سه ولی من دلم سر حیوان ترحم کرد، نکشتمش. خب میگد من کده مهربانی؟ من گفتم که ذبحه بکن، تو ذبحه نمی کنی. از من کده خود را مهربان دانستی، عالم دانستی، فهمیده دانستی، ماشاءالله. این فریبه های شیطانی هست، خیلی متوجه باشم ایزانم. که پیامبر گرامی اسلام می فرماید که در روز عید قربان هیچ عمل بهترتر و بالاتر از قربانی یک حیوان در راه الله نیست. اگر امروز اول عید قربان یک بار ختم قرآن کنی، اینقدر ثواب نداره مثل که قربانی ثواب داره. اگر از شب تا صبح، صبح تا شام به ذکر الله باشی، کار زیبایی نکردی مثل که قربانی میکنی. پس باید ما بانه ها بتراشیم. خوشا به حال عزیزان ما که فداکاری کردن، وجدان ایمان خدا آرام کردن، بخصوص در این ملک های بیچاری که امروز مسلمان ها زندگی میکنه، و بخصوص افغانستان ما. امروز هر غریب و غربی که یک 10 کیلو گوشت، 15 کیلو گوشت، 20 کیلو گوشت جمع میکنه، چون دیدیم امسال بدبخت شدم که نتونستم برم به خاطر کرونا، اما هر سال دوبار میرفت. او فقر و بیچارگی ده که باز به چشمای ببینی، باز میفهمی که یک توت گوشت خوردن، یک لقمه نان خوردن، یک چند پول پیدا کردن چقدر ارزش داره. ما به شب دوستا گفتیم در روز 6 بار نماز بخوانید. مسلمان هایی که در محیط آرام زندگی میکنن در روز 6 بار نماز بخوانن، 5 بار فرض خدا را انجام بدن، یک بارم شب بخیزن شکرانگی خدا را انجام بدن. که امروز ما شما در کثرت نعمات اینجا زندگی میکنیم و همه چیز برای ما شما آماده است. پس الان امروزی که تو به سود هر زر خانه میره یک قطع گوشت جمع بکنه، و چون که رفتیم یا خواهش دوستا بوده یا گوی دو گوی قربانی کردیم، بایی که وقت قربانی نبودم ثوابی بوده، یا خود ما را خدا شهامت نصیب کرد یک گو را ذبح کردیم، ما در تقسیم کردن از دیدیم که مردم به چی شکل و به چی عذر میگه که یک خلطه یک گوشت. و امطور رو برای دلیل میکشی که اولا اتا رسول است که پول است که دیگه، بله حضر خدا.
اگر به خدا و بیمان هم هستی پیش خود باش، ما کارت نداریم. خدا که نور و هدایت به دلت جای نداده بیاز تو گمراه هستی، اما بر گمراهی ده کسا کوشش نکو. یک دوست خدا بود در یکی از کتب تذکرات الاولیا نوشته بود، یک قصه هست اما چه قصه زیبا هست، انشالله که واقعیت هم باشه. خوابهای دوست های خدا واقعیت هست. اما خاطرم حضرت ابراهیم علیه السلام ذریعه خواب خود حاضر شد که پسر خود قربان کنه. گفتم براتان که وحی الهی نبود. این دوست خدا هر سال امین نظره را داشت به نیت نیکش، نه به نیت های شیطانی. ایواز که حیوان را در راه الله قربان کنه پیسیش صدقه و خیرات میداد. الله برش لطف کرد. یکی در شب در خوابهای خود دید که سرای محشر برپا شده و تعدادی ده که خود زیان در بین میباشه و الله بهشت نصیبش کرده، میخواد طرف بهشت برن. ملائکه میان با سواری و دیگه مردم ها را انتقال میتن به طرف بهشت و این آدم سواری نداره، مرکبی نداره. از فرشته ها پرسان میکنه که چرا این حالت از همه گی مرکب دارن، من ندارم مرکب. فرشته ها برش میگن که این قربانی هست که این آدم ها در دنیا قربانی میکردن، امروز مرکبشان است که اینا را به بهشت انتقال میده. چون قربانی نمیکردید مرکب نداری. میگه از خواب که بیدار شدم تعهد کردم به الله خود که از این بعد تا که زنده هستم هر سال قربانی بکنم. پس عزیزان، به خاطر فلاح و رستگاری خود ما، عزیزان ما، همسر ما، اولاد ما، فامیل های ما، کوشش کنیم که این شهامت و ایمانداری خود را در عمل پیاده کنیم، نه تنها به زبان. چرا پیامبر گرامی اسلام ایمان را سه تعریف کرد، سه جزه: اقرار به لسان، تصدیق به قلب و عمل اعضای وجود را. پیامبر گفت ایمان هست که تو در عمل هم نشان بدی که واقعا من مؤمنم. در عمل هم نشان بدی که من مؤمنم. چون وقت ما به پایان رسیده، مجبور هستم که گپای خود را قطع بکنم. بازم خدا همه ما را توفیق نصیب کنه. ما آرزو دارم در روزهای مهم ما زیادتر استفاده کنیم، چرا این روزها هر روز نمی آید، هر هفته و هر ماه نمی آید، در سال یک بار می آید. ببینیم روز در ظرف یک نیم ساعت با می که طالب دین هستم، مجگاه عالم دین خود را میگم، خاطرتان جمع باشه. من یک طالب دین هستم، یک خدمتگار دین خود هستم، به دین خود سخت عشق دارم. اینه می چند لحظه که شویدی در ما یک حرکت ها انشاءالله بوجود آمد، چقدر مسائل را فهمیدیم که انشاءالله بسیاری ما اگر تا اول این کار انجام ندادیم تا به روز سیوم عید قربانم، تا به وقت غروب و آفتاب شما میتونین قربانی بکنین. امروز هم وقت دارین، فردا و پس فردا هم تا غروب آفتاب. کسایی که نکردن این می وقتش هست عزیزانم، یک تصمیم قاطع بگیرن، انشاءالله که میتونن که از می فضیلت بزرگ بهره مند شوند. ترتیب ادای نماز عید را یادآور میشم. باز به نماز بخیر آغاز میکنیم. نماز عید واجب هست، هر دو عید ما در عید قربان هستیم، میگم نیت کردم ادا سازم. دو رکعت نماز واجب عید اضحا یا قربان را عقب امام حاضر رو آوردم به قبله، قبله من جهت کعبه شریفه، خالص لله تعالی. الله اکبر میگیم، مثل شروع هر نماز دستار میبندیم، سبحانك اللهم تا آخر میخوانیم. بعد امام به جهر شما به خفیه همی تکبیرات تشریق میگیم، الله اکبر، دستا به گوش میره و آویزان میشه. باز امام به جهر شما به خفیه تکبیر دومه میگین، الله اکبر، دستا به گوش میره و پس آویزان میشه. تکبیر سومه که میگیم بازو دستا رو بسته میکنیم، الله اکبر،
امام قرائت را تا آخر می انجام میده، رکوع و سجده ها را انجام میدیم، برکات دوم استاد میشیم. بعد از ختم قرائت امام، بعد از ذبات همین سه تکبیر باقی مانده را انجام میدیم. الله اکبر دستاویزان میشه. الله اکبر، الله اکبر، در سه بارش آویزان میشه. ای چهارم تکبیر رکوع هست که بعد مستقیم به تکبیر چهارم میریم، به رکوع و سجده ها را انجام میدیم. بعد از باز خطبه خوانده میشه و با دعا میکنیم ان شاء الله. خدا شما را خیر و برکت بده، سرفراز باشین هر جا که باشین. نه، بشه به شما گفتم که هیچگاه اگه شما 1 میلیارد، میدونی چی میگم براتون، 1 میلیارد پول نخت کمک بکنین، به 1 قطره خون قربانیتان بدل نمیشه. حتی قربانی هم کس نگه بکنی، شما روان بکنین به افغانستان، برادرتان، پدرتان، دوستان، ما خود روان کردیم. چرا اونجا به اهلشان بیرسه، هم واجبتان انجام بشه و هم مردم بیچاره‌ای که هستن. از این نمید نصفه شما که نیت کردین خلاص میشه. ما شما می کارو بکنین ان شاء الله، خدا آن مهربان است. صفا را آراسته کنین برادران، فاصله را متوجه باشین. هر وقت پایین آماده شد باید صدا بکنین برادرای گلمه. نیت بکنین برادرای گلیم. الله اکبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل،
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام الحمد لله الذي أخرجنا إلى النور من الظلمات وجعلنا مستحقين للجنات عفو غفور يعفو عن السيئات حكيم عليم يعلم باختلاج الجنين في بطون الأمهات أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له خلق الأرض وصيرها سبع طبقات وخلق في كل أرض خلقا لا يعلمه إلا هو ورفع السماوات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بعث بالحجج الواضحة والآيات البينات فمن أطاعه ولازم سنته فاز بالدرجات أما بعد أيها الناس قد أضلتكم هذه الأيام أيام الفضل والاحترام أيام الحج ونيل السعادات اصطفى الله عبادا تركوا أولادا وأحفادا وأحرقوا قلوبا وأكبادا وارتحلوا من مدائنهم من كل فج عميق إلى البيت العتيق فوصلوا إلى مكة وطافوا البيت الحرام فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم فغفرت ذنوبهم وأجيبت لهم الدعوات ما أحسن أصواتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ذا الفضل والهبات فناداهم مناد قد قبلت طاعاتكم وحطت سيئاتكم وجعلتم كيوم ولدتكم الأمهات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيا بشرى لهم رضي عنهم ربهم وحط عنهم وزرهم وكتبت لهم الدرجات ذهبوا حاملين أوزارهم على ظهورهم ويرجعون فرحين مستبشرين بالبشارات فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد يوم ذبح الأضحية بالإخلاص والصدق النية وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها فقد قال عليه السلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا اللهم إن عبادك قد وصلوا إلى بلدك وطافوا بيتك ونحن قد تخلفنا وعن الاجتهاد تقاعدنا فلا تخيبنا ولا تقنطنا وشركنا بهم في فيضان العنايات وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك عليه أفضل صلوات وأزكى تحيات والحمد لله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات
الحمد لله الكريم الجليل الذي خلق الخلق وبعث منهم رسلا وأنبياء ذوي المهابة والتبجيل. نحمده حمدا كثيرا على أن شرفنا بأن جعلنا من أمة حبيبه وصفيه مكمل قصر النبوة بحسن التكميل. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والعز الجميل، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الهادين إلى سواء السبيل. اللهم صل على سيدنا محمد شفيع العصاة ومطهرهم من الذنوب ودافع همومهم وكاشف الكروب، صلاة دائمة بدوامك بقية ببقائك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وعلى جميع الصحابة والتابعين وسائر عبادك الصالحين، خصوصا على خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ولا تجعلنا من القوم الظالمين. اللهم اهدنا وعافنا وانصرنا واعف عنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. پیش از اینکه دعا بکنیم، خداوند همه ما و شما را با آرزوهای خیر ما برسانه و پروردگار به همه امت اسلام رحم کنه و این جامعه انسانیت از شر ظالمان نجات بده. قدم دوم، همونطور که منظم آمدین پس منظم برین برادرای گل، انشاءالله که محبت ما و شما قلبی است. از دور کمی که میگیم عیدتان مبارک، داخل حاجی ها و غازی ها باشین و همه عبادتان قبول، انشاءالله که بهترترین است. و اگر هر کدوم ما یکی خود انشاءالله دوست داریم، فاصله داشته باشیم، فاصله ظاهری نه قلبی. الله متعال او محبت قلبی را که رضای الله و حبیبش است نصیب حبیب ما و شما بیشترتر بگردانه. الحمد لله والصلاة والسلام على حضرت رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم شتت شمل أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عكس أمرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. نصر من الله وفتح قريب، بشر المؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير. اللهم اهدنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم واجعل قبورهم جنات النعيم. بار إله هم عبادات ما را قبول درگاه خود بفرما و از فیضات و برکاتش همه ما را مستفید بفرما. پروردگارا تقلید ما را تحقیق بگردان و بعد برات قبول و مقبول بفرما و از فیضات و برکاتش همه ما را مستفید بفرما. بر افغانستان ما و تمام جهان اسلام رحم کن. پروردگار آتش جنگ خاموش بگردان به لطف و کرمت، به نیت اعمال ما منگر، به کرم خود و بی‌نیازی خود بنگر.
و این به اتفاقی و بدبختی ها را از جامعه اسلامی ما دور بگردان. عاملینش اگر قابل هدایت هستند هدایت نما، و اگر نیستند به لطف و کرمت به قعر و از غضب و ابدی خود گرفتارشان بگردان. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عيدتان مبارك باشه، داخل آجا و غازیا باشین، خدا خیر و برکتتان بده، سرفراز باشین. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا